عدالت اجرا شد مظفر. قاتل توانی کارشو پس داد. ما خواهر و برادر بودیم ولی از مرگ اون اصلا ناراحت نشدم، حتی یک قطره اشکم برش نریختم. اون لایق بدترین مجازات بود. مظفر، مظفر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم برای چی اومدی اینجا؟ حمزه مرده. شنیدم. بفرمایید. هر دوی ما برادرامون از دست دادیم، اما تنها فرقمون اینه که تو عاشق برادرت بودی ولی من از حمزه متنفر بودم، چون مردی که دوستش داشتم و کشت. حتی میتونم بگم خوشحالم، چون حقش بود. حسیت بگم خانم، خدا بهتون صبر بده. ممنونم. خدا صبرتون بده. ممنون. تسلیت میگه. آرامش بده ایشان، ماجر ایشان، خدایا منو به جای اون عذاب بده، عزیز دل منو ببخش. عزیزم تو که به خانم سراب نمیگی ما اومدیم اینجا، درسته؟ نه نمیگم، نگران نباش. حمزه، حمزه، اینجا چقدر تغییر کرده؟ چی تغییر کرده؟ این خونه؟ یادم قبلا چه جوری بود. اینجا یه خرابه بود، اما همیشه به نظر ما مثل یه قصر بود. من و کمال رویای زندگی توی خونه رو داشتیم.
آه منو ببخش، نباید اینو میگفتم. شاید کمال در موردش چیزی نگفته. چرا؟ کمال همه چی در این مورد به من گفته. از همون اول میدونستم، گرچه برام مهم نبود. رابطه تو با کمال واسه گذشته هاست. من و کمال گذشته رو فراموش کردیم. گذشته برای ما مرده. چیزی که برام مهمه حاله. با زندگی توی این خونه خیلی خوشحالیم. فقط حس میکنم اگه یه بچه داشته باشیم زندگیمون کامل تر میشه. بدون بچه اینجا خیلی ساکته، درسته؟ داری میری؟ چی شد؟ یه جلسه دارم، باید برم. میموندی برات یه قهوه درست میکردم. نه مهمون هرچی کمتر بمونه بهتره. آه داشت یادم میرفت، من همه یه سهمت از دارایی رو بهت میدم طبق وصیت‌نامه مظفر. فردا یه سر بیا کارخونه. باشه میام. زهرا داری میری؟ آره دارم میرم. نرو، خواهش میکنم نرو، منو تنها نذار زهرا. خودت که دخترتو میشناسی، سرم قول میزنی. اونو ولش کن نرو. ببین، من تنها و بیکس شدم، دنیا رو سرم خراب شده، من جز تو که کسی رو ندارم. اگه تو هم بری که من چیکار کنم؟ خواهش میکنم، التماست میکنم نارو. سلام. خیلی متاسف شدم سراب. نیازی به تأسف نیست، خواهش میکنم راجبش حرف نزن. این چیه؟ اینا ترازنامن. درصد سود خالصی که باید به حالید پرداخت بشه رو نشون میده. باید امضاش کنی سرم. نه نمیشه، نقد میخوام. نقد؟ همشو گجا؟ بله. ولی مبلغش خیلی زیاده، ممکنه بانک برای فراهم کردنش دچار مشکل بشه. تمام سعیتو بکن، لطفاً هر چه زودتر این پولو بگیر. باشه، باید با بانک صحبت کنم و ازشون درخواست کنم. عالیه، میخوام تا فردا پول آماده بشه. باشه. نمیدونم چی تو سرته، ولی باشه.
اینم از ماهی. خوشمزه به نظر میرسه. لازم نبود این همه تدارک ببینی. خیلی زحمت کشیدی. چه زحمتی؟ زحمتی نبود که. خیلی وقت بود میخواستم این کارو بکنم. ولی خب یه مدت طول کشید. نوش جانتون باشه. قبل از اینکه سرد بشه بخورید. دستت درد نکنه. صندلیتون ناراحته؟ میخوایم ازش کنم؟ میخوای بیارم دانه؟ نه، موضوعی نیست. من همیشه رو زمین غذا میخورم، عادت ندارم. بهترین راه خوردن ماهی با دسته. اینجوری بیشتر ازش لذت میبری. حق با تو. داشتم فکر میکردم چجوری بخورم. خونتون خیلی قشنگه حالیده خانوم. خوشت اومد؟ ماشاءالله خونت هیچ کم و کسری نداره. بله درسته. وجود یه بچه کاملش میکنه. انشالله به زودی نوتون رو بغل میکنین. حالیده تو خانواده ما حرف زدن در مورد این مسائل جلوی بزرگترا زشت. نه نه زشت نیست، اصلا هم زشت نیست. من یه نوه میخوام. آره هرچه زودترم میخوام. دستشویی کجاست حالیده خانم؟ اونجاست. من بهش اصرار کردم که نره خانم سراب، ولی مادرتونو که میشناسید به حرفم گوش نکرد. گفت باید کنار جمشیر باشه. گفت نمیتونه تو این شرایط تنهاش بذاره. چیزی در مورد این که برمیگرده یا نه نگفت. خیلی خوب، تو برگرد سر کارت. چشم خانم سراب. ما کجای این دنیاییم؟ ببین درست اینجا. تو گفتی این دنیا گرده، درسته؟ آره. پس چرا آب دریاها سرریز نمیشه؟ یه اینجا ببینم. صبر کن نه بندشون. اینا رو هم بذار تو کیف، اونجا باشون بازی کنه. بیارشون اینجا آره بازی میکنه. همه یه وسایلشو جمع کردیم و گذاشتیم این تو خانم. براشون غذا هم گذاشتیم. کار خوبی کردین، براش میوه هم بذاری. گذاشتیم سراب خانم. آیدین کجاست؟ دختر مگه بالا نبود؟ آره یه لحظه پیش داشت میرفت بالا. بالا نیست؟ عجیبه، یعنی کجا ممکنه رفته باشه؟ آیدین کجایی پسرم؟
آیدین 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 همه دارن صدات میزنن، تو کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ آه چرا داری گریه میکنی؟ سراب خانم تو رو میبره پیش مامانت. بیا بیا دیگه، بیا بریم پسر. من نمیرم نمیرم. چی میگی؟ چرا نمیای؟ بیا بریم. نه ولم کن، من نمیرم. چه خبر شده؟ گریه میکنه میگه نمیام. آیدین چرا نمیخوای بری؟ آیدین جون دلت برای مامان تنگ نشده؟ دلم تنگ شده ولی نمیرم زندان. اینجا خیلی قشنگه، میخوام اینجا بمونم. خیلی خوب. یعنی میمونم؟ اگه مامانت اجازه بده. واقعا؟ واقعا؟ سلام علیکم. بابا 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 این منم حمزه پسرم. بابا خدا خودت کمکم کن پسرم، نکنه روحی چیزی هستی. نه بابا روح کجا بود، منم خودمم، نگام کن. واقعا خودتی؟ آره بابا من نمردم، ببین من اینجام روبروتم، مگه نمیبینیم؟ میبینم پسرم میبینم، ولی ما که تو از خاکت کردی. اون من نبودم بابا. پس کی بود؟ برات تعریف میکنم، ولی فعلا اینجا امن نیست، باید بریم یه جای دیگه. بیا بریم. اینجا میمونم؟ مامانم چی گفت؟ اجازه داد؟ اجازه داد؟ جونمی جون من میمونم، من میمونم. هایدی بس کن، سرم داره گیج میره. هایدی ولی یه شرط داره، باید مرتب بهش سر بزنی. چای بیارم خاله؟ نه نه ممنون، ایشالارت بهتر میشه. کاری که گلی کرد
واقعا بیرحمی بود. فعلا که همه چی دست اون دیوونه افتاده. اون واقعا قاطی کرده، اصلا معلوم نیست چه نقشایی تو سرشه. رای بابا فکر میکنه میتونه منو بترسونه، ولی من با این چیزا نمیترسم خاله. با این کاراش داره اون روی منو بالا میاره، حس انتقامو تو من قوی تر میکنه. به هر قیمتی که شده زمینامو پس میگیرم خاله جون. منم واقعا دلم میخواد زمیناتو پس بگیری. حتما برادرم فکر نمیکرده اینجوری میشه، مگه نه سند زمینه رو بهت میداد. تصمیم گرفتم برای پس گرفتن زمینام ازش شکایت کنم، ولی اصلا سر در نمیارم. برای چی پدر بزرگ خدا بیامرزم زمینا رو به نام دایی میکرد؟ باید سهم شما و مادر رو جداگانه پرداخت میکرد. اون مطمئن بود که برادرمون حقمون رو نمیخوره، واسه همینم دلش نمیخواست اموال تقسیم بشه. آره، ولی آدم هیچ وقت نمیتونه از چیزی مطمئن باشه. حالا همه زمینا رفته، گلی همشون رو تصاحب کرده و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بشینیم و نگاه کنیم. ولی من تصمیممو گرفتم، ازش شکایت میکنم و سهممو پس میگیرم ازش. تو هم باید ازش شکایت کنی خاله جون. چیزی که مال خودت رو پس بگیر، کنترل انوار خودتو به دست بگیر. لزومی به این کار نیست، برادرم حق منو در نظر گرفته، تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود. گلی گفته که سهم منو میده، نیازی نیست ازش شکایت کنم. خب باش، هر جور که راحتی. دستتو بده به من. برای چی باید این کارو بکنم؟ دستتو بده به من دختر. نه نمیدم. ولی خوشت میاد. مگه چیه؟ ببین. وای چقدر قشنگه. به میاد؟ مگه میشه بهت نیاد؟ بیا اینجا ببینم. نه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ آخه ناسلامتی عزاداری. چه عزاداری؟ میدونی که برادر سراب خانم مرده. کی به عزای اون اهمیت میده؟ من که اهمیتی نمیدم. وای اینجوری فکر نکنا، هرچی نباشه یکی از اعضای خانواده مرده. حتی خانوم سرابم از مرگش ناراحت نیست، مرگ اون برای ما مهم نیست، کارمونو بیا بکنیم. نمیشه، من بازم نمیتونم این کارو بکنم. شاید سراب خانم ناراحت نباشه، ولی من خیلی ناراحتم. فکر کردی من بازیچه دست تو هم؟ از این وضعیت خسته شدم. خیلی خوب بسته باشه. بسته دیگه. چی بسته؟ شوخیت گرفته. برو کنار، گفتم برو کنار ببینم. رشید. رشید. رشید کجا رفتی؟ رشید. رشید. اون موقعی که داشتیم دنبال اول آقا می رفتیم خیلی ترسیده بودم، کمونده بود از سر سکته کنم، اما اون یارو به هیچی اهمیت نمی داد. زود باش تونتون را بیا. ببینم آقا، تو نمی ترسی؟ کسی رو ندارم که از دست بدم، یه دونه جونمه که اونم ترسی ندارم از دستش بدم.
تک و تنها مونده بودم. با خودم فکر کردم اگه دنبال اولاقا برم سفر به ناکجا آباده، ولی نمیتونستم برگردم اینجا. آخه دنبالم بودن. دوتا راه داشتم که انتهاشون نامعلوم بود. خیلی فکر کردم، فهمیدم که تو این دنیا جایی برای من نیست. انقدر گریه کردم که چشمام داشت میترکید. بابا مینه یه ها منفجر شد. نگاه کردم دیدم مرد بدبخت رو این تیکه تیکه شده. داشتم از ترس میمردم. میخواستم از اونجا فرار کنم، اما از ترس مینا نمیتونستم تکون بخورم. همینجوری که ناامید نشسته بودم، نمیدونم یهو از کجا به عقلم رسید که مدارک خودم رو با مال اون عوض کنم. بعدشم اونو بستم به پای اولاغ و فرستادمش رفت. منتظر شدم ببینم چی میشه. یه مینه دیگه هم منفجر شد و مردک بیچاره کاملا داغون شد. خدا از سر تقصیراتم بگذره. خدا منو ببخشه. بیچاره مرد خیلی سرش میکشید. اینجوری راحت شد. نه کسی رو داشت که نگرانش باشه، نه جایی رو داشت که بره. کار بدی کردم مگه نه بابا؟ نه، فکر خوبی کردی. تو چاره ای نداشتی، اما چرا به من خبر ندادی؟ فکر نکردی مامان بابا دق میکنن؟ خواهش میکنم انقدر سوال پیچم نکن بابا. من باید فرار کنم. اگه گیر بیفتم نابود میشم. جدی میگم، باور کن. پدرمو در میارن. کیا پدرمونو در میارن؟ اون کیه؟ همونی که مجبورم کرد این کارو بکنم. پسرم داری چی میگی؟ تو که قبلا میگفتی حرفایی که من بهت زدم باعث شده این کارو بکنه. نمیتونستم راستشو بهت بگم. آخه اگه میفهمید پوست سرمو میکند. حمزه، اون کیه؟ اون عوضی کیه که مجبورت کرده که مرتکب این گناه بشی؟ به من بگو کی تو رو مجبورت کرده؟ نمیتونم بگم. یعنی چی نمیتونی حمزه؟ من پدرتم، باید بهم بگی. نه بابا، اصلا نمیتونم بهت بگم. میترسم پای تو هم گیر بیفته بابا. نپرس بابا. قربونت برم، من از اینجا فراری بده باشه بابا. من نهاد از اینجا برم، نمیتونم اینجا بمونم. اگه گیرم بیارن پوستمو میکنن بابا. همه فکر میکنن من مردم. بذارم اینجوری فکر کنن بهتر. دیگه لازم نیست به اینجا برگردم. میتونم برم و یه جایی قایم شم. بابا کمکم کن. ازت ممنونم سراب. برای چی؟ برای این که سهمم رو میدی، برخلاف همه اتفاقایی که افتاده. تشکر لازم نیست، من به مظفر قول دادم، دارم به قولم عمل میکنم. هر کس دیگه بود ممکن بود بخواد تلافی کنه یا بی‌انصافی کنه. تو قلب خیلی بزرگی داری. این
این سهم تو از کل داراییه. اما من یه شرط دارم، فقط به یه شرط. این پول مال تو میشه. چه شرطی؟ باید طلاق بگیری. پاتو از گلیم درازتر نکن. تو نمیتونی همچین شرطی بذاری. اصلا همچین حقی نداری. تو باید به وصیت‌نامه برادرم عمل کنی. منم سعی دارم همین کارو بکنم. من بیشتر از تو به خواسته مظفر احترام میذارم. اون میخواست تو رو از دست کمال نجات بده. این بزرگترین خواسته اون بود. البته حق انتخاب با توه. تو زن باهوشی هستی حالیده. میتونی به عنوان زن یک کارگر زندگی کنی، یا اینکه برگردی به امارت و به زندگی خودت ادامه بدی. یه زندگی فقیرانه یا یه زندگی مرفه بدون کمال، انتخاب با توه. ازت ممنونم سراب. برای چی؟ برای اینکه سهمم میدی، برخلاف همه اتفاقایی که افتاده. نیازی به تشکر نیست. من به مظفر قول دادم. سعی دارم به قولم عمل کنم. هر کس دیگه ای بود ممکن بود بخواد تلافی کنه یا بی انصافی کنه. تو قلب بخشنده ای داری. پولاتی اینجاست، حاضر حالیده. ولی من یه شرط دارم، فقط به یه شرط. این پول مال تو میشه. چه شرطی؟ باید طلاق بگیری. داری پاتو از گلیم درازتر میکنی. تو نمیتونی هیچ شرطی بذاری. اصلا همچین حقی نداری. تو باید به وصیت‌نامه برادرم عمل کنی. منم سعی دارم همین کارو بکنم. من بیشتر از تو به خواسته مظفر احترام میذارم. مظفر میخواست تو رو از دست کمال نجات بده. این بزرگترین خواسته اون بود. البته حق انتخاب با توه. تو زن باهوشی هستی حالیده. میتونی انتخاب کنی که به عنوان زن یک کارگر زندگی کنی. البته با درآمد اون زندگی بدی نداری. انتخاب با خودت حالیده. یه زندگی فقیرانه با بدبختی یا یه زندگی مرفه بدون کمال. الان جواب نده. تصمیم گیری آسونی نیست. آینده تو تغییر میده. پول اینجاست. خوب به حرفام فکر کن. اینو بدون. من اجازه ای ندارم. هر وقت خواستی بیا بگیرش. زهرا چیه؟
علنگوهای تلاتو بده. علنگوام؟ همرام نیستن، تو امارتن. کایلا خواهم، زود برا بیارشو. نه، نمیارم. بینم، تو داری رو حرف من حرف میزنی؟ ولی اونا مال خودمن، برای روز مبادا نگهشون داشتم. امروز، همون روز مباداست. دارم میگم لازمشون دارم، برا بیارشو. میدونم برای چی لازمشون داری. میخوای پولشو صرف قمار رو مشروب کنی؟ برای پسرت میخوام، برای پسرت، برای حمزه. برای حمزه؟ آره، برای حمزه. چی داری میگی جمشیر؟ حمزه نمرده. دروغ نمیگم. آخه چرا باید در مورد این موضوع دروغ بگم؟ حمزه زنده است. منم به اندازه تو تعجب کردم. یه دفعه سر و کلش پیدا شد، صحیح و سالمه. راست میگی، تو رو خود راست میگی، تو رو خود راست میگی. برای زهر سالمه، صحیح و سالم. اونی که تو قبره حمزه نیست. خدایا شکرت. خدا حالم پول لازم داره برای اینکه فرار کنم و گیر نیفته. حالا فهمیدی الان گواتو برای چی میخواستم؟ آره فهمیدم، فهمیدم. حالا میری بیارشو؟ میرم، میرم میارمشو، میرم. خدایا شکرت، دعاهامو مستجاب کردی.